همین ابتدای برنامه یه مقایسه ای هم جناب رادان داشته باشید بین امنیتی که در کشور ما وجود داره با امنیت دیگر کشورها. حالا این دیگر کشورها ممکنه دایره‌اش خیلی وسیع باشه، حالا کشورهای همسایه یا به نوعی با اون استانداردهای جهانی، ما الان کجا هستیم از نظر امنیت؟ ببینید، من اگر بخوام با کشورهای همسایه قیاس کنم اساساً قابل قیاس نیست، چون کشورهای همسایه ما پیرامون وقتی شما میاید از مرزهای شرقی ما که حساب میکنید افغانستان هست، پاکستان هست، به مرزهای زمینی سمت جنوب و جنوب غرب و قسمتی از شمال غرب که میرسیم عراق وجود داره، قسمتیش ترکیه هست و بعد هم کشورهای تازه استقلال یافته ای که هستن مثل آذربایجان و غیره. ما اساساً نمیتونیم با کشورهای همسایه به جز یکی دو تاش مثل ترکیه و اینجاها خودمون رو قیاس کنیم که نسبت به اونها درصد شاخصهای ما، البته با توجه به این که نگاه ما به جرم متفاوت از کشورهای دیگه است. مثلا شما در ترکیه مشروب خواری جرم نیست، جاهایی هم دارن که توزیع مشروب میکنه در غیره، یا خیلی از ناهنجاری هایی که در کشور ما به عنوان ناهنجار تعریف میشه اونجا هنجار اسمش گذاشته میشه. منتها حتی با اون کشور هم ما قابل قیاس نیستیم. درصدهای امنیتی ما چه از وقوع نسبت به اونها بسیار پایین تره، وقوع جرائم یعنی نرخ جرم در قتل اونجا چند برابر ما هست، در خدمت شما عرض کنم جرائم به عنف چند برابر ما هست، کشفشون هم پایین تر هست. در کشورهایی مثل آمریکا وقتی ما میایم مقایسه میکنیم، مثلا فرض بگیرید مرکز کشورمون تهران بزرگ را با مراکز اونها، وضعیت در ایران بسیار مناسب تره در کشورهای دیگه است. البته این به این معنی هم هست که باز در خیلی از اون کشورها تجهیزاتی که به کار گرفته میشه در کشور ما نیست. مثلا شما در انگلستان دقیقاً یک نفر از صبح که پاشو از خونه میذارید بیرون تا بعد از ظهر یا شب که میخواد برگرده 45 تا 50 فریم عکس ازش گرفته میشه به واسطه تعداد دوربین هایی که تعبیه شده. خب ما اساساً این رو نداریم، اما در کنارش ما مردمانی داریم که شاید هیچ جا ندارن، شاید نه و قطعا این باعث شده است که اون ضلع مردم به کمک ما بیشتر از جاهای دیگه بیاد و بتونیم به حمد الله وضعیت مناسبی داشته باشیم. آیا این راضی کننده است؟ یعنی ما وقتی این مثال ها رو میزنیم، البته من این رو عرض کنم در بعضی از موارد کشورهای دیگه از ما جلو هست که متاسفانه شأن ما نیست که عقب باشیم. مثل چی؟ مثل تصادفات. درست. کشته های در تصادفات خیلی ما این وضعیتمون وضعیت مناسبی نیست، یعنی با خیلی جاها اصلا قابل قیاس نیستیم متاسفانه، که البته وضعیتمون داره رو به بهبود میره. ما انتظارات بیشتری داریم که اگر فرصت شد من انشالله تو بخشای دیگه بهش بپردازم. سردار، برخی معتقدن که هزینه ارتکاب جرم در کشور ما خیلی کمه، همونطور که شما هم گفتید یه شروری شاید 20 بار رفته باشه، حتی به زندان هم کارش کشیده باشه و برگشته باشه، اصلا مهم نباشه این قصه. آیا اینطوره؟ آیا هزینه ارتکاب جرم خیلی پایینه در کشور ما یا نه؟ نسبت به بعضی از کشورها بله، اما این به این معنی نیست که در کشور ما تلاش نمیشه که جبران بشه. ببینید مثلا همون بحث اراذل و اوباش، قانون ما صراحت داشت نوع برخوردش، اما در موضوع خدمت شما عرض کنم نوع دستگیری، نوع تحقیق و این که در مکانی که قرار میگیرن مکانی نباشه که بهشون خوش بگذره، چیزهایی هست که دیگه قانون لازم نیست داشته باشه. این دستگاه‌های مجری هستند که بایستی برای خودشون تعریف بکنند. وقتی پلیس و دستگاه قضایی این رو تعریف کرد، اراذل و اوباش احساسشون این شد که در زمان دستگیری زندان جایی نیست که بتونن راحت باشن، بهشون سخت می‌گذره.
خیلی هم سخت میگذره. نتیجتا دیگه آرزوی برگشتن به زندان رو ندارن. و مهمم اینه که زندانهای ما هم به گونه ای باشه که مجرمین بد، ببینید ما مولا میگید آیا مجرم خوبم هست، یه مجرمی میاد که یه اتفاقی ناخودآگاه براش میفته مجبور میشه زندان بره، مثلا تصادف میکنه، متاسفانه شاید هم بیمه نداشته باشه، شاید و قدرت هم نداشته باشه، اینم به زندان میره، اون ارازلا اوباش هم به زندان میره، اون قاتل هم به زندان میره. خب طبیعی است که بایست اینا بین هم فرق داشته باشن. ما خلأ قانونی داریم تو این قصه یا نه؟ بله ما این خلأ ها رو داریم، قوه قضاییه هم در آورده و به مجلس داده تا انشالله بعضی هاش بتونه اصلاح بشه. اما من میخوام بگم با همین قانون هم میشه خیلی کارها را انجام داد که مجرمین احساس کنن که هزینه هاشون بالاست. درست میشه.